من صلح میخوام. دوست دارم که صلح بشه. ایران هم به نفعشه که صلح بخواد. برای همین فکر نمی کنم ایران بخواد که درگیری پیش بیاد. برای اینکه ما خیلی زود واکنش نشون میدیم. کشور رو اینی که حالا بعضیا میگن آقا جنگ میشه فلان میشه، نه، ما کشور رو به سمت جنگ نمیبریم. لکن اگر چنانچه دیگران بخوان چیزی رو تحمیل کنن بر این کشور، ما با قدرت تمام در مقابلشون میایستیم. رهبران ایران و آمریکا دنبال جنگ نیستند اما جلوی تهدید نیستند. آیا مواجهه در بغداد رقص پای قبل از مبارزه بود؟ از مهمانان برنامه پرسیم این مرحله از درگیری ها برنده هم داشت؟ همچنین در برنامه امشب؟ یک ماه مانده به پایان مهلت ایران برای پیوستن به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم، مجمع تشخیص امروز هم نتوانست تصمیم بگیرد. علی باقری کنی ریاست ستاد حقوق بشر قوه قضاییه را به عهده گرفت. با تغییر مسئول تغییری هم در وضعیت حقوق بشر ایران ایجاد می شود؟ صدای یک سوگوار خاوران خاموش شد. حاجیه سجودی مادر دو زندانی سیاسی که در دهه 60 اعدام شده بودند درگذشت. و از ایتالیا ایتالیا تا نهنگ انبر، شهلا ریاحی بازیگر چند نسل سینما و تئاتر ایران درگذشت. شصت دقیقه زنده از بی بی سی در لندن. سلام، شبتون بخیر. معترضان عراقی که گفته بودند به تجمع در مقابل سفارت آمریکا در بغداد تا خروج نیروهای آمریکایی از عراق ادامه می‌دهند، به دستور فرماندهان هشت شعبی از سفارت آمریکا دور شدند. نیروهای آمریکایی برای پراکنده کردن معترضان که بنا به گزارش‌ها تعدادشان کمتر از دیروز بود، از گاز اشک‌آور استفاده کردند. گزارش شده که فضا مقابل سفارت هنوز امنیتی است. همزمان با این تحولات، رهبران ایران و آمریکا ضمن خط و نشان کشیدن برای یکدیگر دوباره تاکید کردند که در پی جنگ نیستند. اما حمله به سفارت آمریکا در پایتخت عراق و وزن کشی در خاک این کشور برای دو طرف چه نتایجی داشت؟ بیشتر به این موضوع میپردازیم. اول گزارشی ببینیم از مهتاد فرهمند. هلیکوپتر آمریکایی در حال پرتاب منور برای شناسایی وضعیت و فرود تفنگداران دریایی، نیروهایی که شبانه از کویت فرستاده شدند تا از سفارت آمریکا در بغداد در برابر معترضان پاسداری کنند. اگر هدف از حمله به مقرهای نظامی و سفارت آمریکا خروج ارتشیان آمریکایی از عراق بود، به شمار این ارتشی‌ها اکنون چند صد نفر افزوده شده. سراسر شب را تظاهر کنندگان در حال آتش افروزی بر دیوار سفارتخانه بودند. روز که فرا رسید، نه تنها نشانه ای از خروج معترضان دیده نشد که آنها در حال آوردن غذا و رخت خواب دیده شدند. گویی می‌خواهند حالا حالاها بمانند. معترضان بر دیوار سفارتخانه نوشتند رهبر ما سلیمانی است، یعنی تایید توییت های دیروز دونالد ترامپ که ایران را مسئول حمله به سفارتخانه اعلام کرد. در یکی از این توییت ها خطاب به ایران گفت که اگر خسارتی به سفارتخانه برسد، ایران تاوان خیلی سنگینی خواهد داد. تاکید کرد این هشدار نیست، تهدید است. رهبر جمهوری اسلامی هم در اقدامی بی سابقه توییت ترامپ را بازنشر کرد و در پاسخ او گفت هر کس ایران را تهدید کند، بدون هیچ ملاحظه‌ای با او روبرو می شویم و ضربه می زنیم. دونالد ترامپ ساعتی پس از تهدید دیشب در مهمانی سال نو گفت که سر جنگ ندارد. به نفع ایران نیست. نمیتونه دوام بیاره. من صلح میخوام و بیشتر از هر کس دیگه ایرانه که باید صلح بخواد. فکر نکنم جنگ بشه و فکر نکنم ایران هم به دنبال جنگ باشه. چون اگه جنگ بشه ایران به سرعت از بین میره. آمریکایی‌ها اینه. امروز صبح هم آیت الله خامنه ای مانند ترامپ عمل کرد. هم گفت سر جنگ ندارد، هم تهدید را با تهدید پاسخ گفت. اینی که حالا بعضی‌ها میگن آقا جنگ میشه فلان میشه، نه، ما کشور رو به سمت جنگ نمیبریم. لکن اگر چنانچه دیگران بخوان چیزی رو تحمیل کنن بر این کشور، ما با قدرت تمام در مقابلشون میایم.
اینکه عراق میدان جنگ غیر مستقیم ایران و آمریکا شده امروز دیگر خیلی واضح تر است. قربانیان این جنگ فعلا عراقی اند. حمله به سفارتخانه آمریکا در عراق هم نشان داد که ایران هوادارانی در این کشور دارد که هم می توانند تفنگ به دست بگیرند، هم در صورت لزوم به خیابان بریزند و به سفارتخانه حمله کنند. گویی پیام ایران این است که اگر بناست تصمیم گیری در عراق در خیابانها صورت بگیرد، ما هم نیروی خودمان را در خیابان داریم. مرتضی فرهمند، بی بی سی. برای بررسی بیشتر این موضوع کامران متین، استاد روابط بین الملل در دانشگاه ساسکس از برایتون با ماست و محسن میدانی، مدیر مرکز تحقیقات استراتژیک و دیپلماسی در دانشگاه فلوریدای جنوبی از تامپا. خوش آمدید به برنامه آقایون. آقای متین، فکر میکنید که مواجهه‌ای که در مقابل سفارت آمریکا رخ داد چه دستاوردهایی برای طرف‌های مختلف داشت؟ به نظر من این دستاوردها رو بر اساس اهداف در واقع حداکثری و یا حداقلی که هر کدوم از دو طرف در این واقعه برای خودشون تدوین کرده بودن میشه بررسی کرد. تا اونجایی که به جمهوری اسلامی برمیگرده، من فکر میکنم که هدف حداکثری اونها بود، به اصطلاح این بود که ماجرای شبیه سفارت آمریکا در بنغازی لیبی تکرار بشه و سفارت یا تخلیه بشه و یا حداقل ضربات به اصطلاح خیلی جدی به اونجا وارد بشه و در واقع سفارت آمریکا دیگه به اون صورت قبلی نمونه. ولی اهداف حداقلیش این بود که توجه رسانه‌ها که تا همین اواخر مرتب از حمله به سفارت یا کنسولگری‌های ایران در نجف و کربلا و جاهای دیگه عراق توسط معترضین عراقی که خواهان محدود کردن یا پایان نفوذ جمهوری اسلامی ایران بر سیاست و زندگی سیاسی امنیتی عراق بودن، الان حداقل در این یک دو روز بیشتر به اصطلاح نظرات معطوف بود به اینکه سفارت آمریکا است که این بار مورد حمله قرار گرفته. در این حال چون نیروهای هشت شعبی و جناح‌های طرفدار جمهوری اسلامی در واقع خودشون رو در مقابل یک نیروی خارجی غیر مسلمان جلوه دادن در این واقعه، خود به خود احساسات ناسیونالیستی در خود عراق رو تونستن تا حدودی شاید برای به اصطلاح هواداری از خودشون جلب بکنن و در این حال جناح‌های مخالف جمهوری اسلامی در داخل ساختار سیاسی عراق، مثلا خود آقای رئیس جمهور عراق برهمساله که امتناع کرد که نامزد مورد حمایت جناح‌های طرفدار جمهوری اسلامی رو به عنوان نخست وزیر به اصطلاح به عنوان نامزد نخست وزیری معرفی بکنه، اینها رو در واقع تا حدودی در موضع دفاعی قرار بدن، چون در این دو سه ماه اخیر به دلیل تظاهرات وسیعی که در عراق علیه الیت حاکم عراق و به خصوص اونهایی که در واقع طرفدار جمهوری اسلامی هستن و از طرف جمهوری اسلامی سلاح و پول و حمایت دریافت میکنن وجود داشته و جمهوری اسلامی خیلی در موضع تدافعی قرار داشت در این مدت، ولی شاید هدفشون این بوده که در این وهله بتونن این رو تا حدودی به اصطلاح برگردونن وضعیت رو به نفع خودشون. آقای میلانی، شما چی فکر میکنید؟ فکر میکنید که طرفین چه برداشتی داشتند از این رو در روی؟ با عرض سلام، اجازه بدید من اول یک نکته در رابطه با حمله به سفارت ها بگم و این اینه که زمانی که طرفدارای آیت الله خمینی به سفارت آمریکا حمله کردن، به نظر من یک اشتباه بزرگی بود. موقعی که ایرانی ها به کنسولگری عربستان سعودی حمله کردن، یک اشتباه بزرگی بود. موقعی که کنسولگری ایران رو در عراق، در کربلا و نجف مخالفین سوزوندن، یک اشتباه بزرگی بود. و این حملاتی هم که به سفارت آمریکا در بغداد شده، به نظر من یک اشتباه بزرگی بود. اما در رابطه با نتایج این، فعلا به نظر من ما باید مسئله پیچیده عراق رو مورد نظر قرار دادیم. یعنی به این معنی که از یک طرف گروه‌های میلیشایی که با ایران رابطه خیلی نزدیک دارن، یعنی هشت شعبی‌ها، اینها قسمتی از ساختار دولت عراق هستند. اینها حقوق بگیر دولت عراق هستند. اینها قسمتی از نظام، سازمان‌های نظامی عراقی هستند. از یک طرف از ایران کمک می‌گیرند و از طرف دیگه همین ارتشی که کمک می‌کنه به این گروه‌های هشت شعبی، رابطه بسیار نزدیک امنیتی و ارتشی هم با آمریکا داره.
یعنی بنابراین مسئله خیلی پیچیده‌تر از اونه که بعضیا دارن سعی میکنن نشون بدن. اما در رابطه با نتایج این به نظر من فعلا برای در این چند روز اخیر این به نفع جمهوری اسلامی در آمده. چرا؟ به خاطر اینکه اول از همه اختلافات بین گروه‌های شیعه رو این خیلی کمتر خواهد کرد، یعنی امکان این زیاد خواهد بود که مقتدی صدر، آیت الله سیستانی و گروه‌های دیگه همه با مخالفتی که به حملات آمریکا بوده بیشتر متحد بشن. دوم اینکه همونطوری که مهمان محترم شما گفت، تو این چند هفته اخیر ایران مسئله تظاهر کنندگان بوده، اما بعد از این حملاتی که شد آمریکا دوباره مسئله عمده سیاست پیچیده عراق شده و سرانجام با حملاتی که شده و کشتن بیش از 20 نفر از میلیشیاهای عراقی، به نظر من فشار در داخل پارلمان برای اخراج نیروهای آمریکایی بیشتر میشه. البته موفق نخواهد شد، ولی فشار رو به آمریکا زیادتر میاره. اما از اونجایی که ایران و آمریکا در عراق وارد یک جنگ سردی شدن که از سال 2003 شروع شده، این ممکنه برای ایران یک برد باشه، ولی فردا میتونه داینامیک سیاست عوض بشه و آمریکا دست بالاتر رو به دست بیاره. آقای متین، فکر میکنید که مسئله اعتراضاتی که به ایران میشد در هفته های گذشته و با توجه به اینکه همونطوری که شما اشاره کردین رسانه ها بیشتر تمرکز کردن به حمله به سفارت آمریکا در روزهای گذشته، آیا میشه گفتش که اون ایران ستیزی که در هفته های پیشین شاهدش بودیم در عراق کامل به حاشیه رونده شد، یا یعنی اینکه نه، اینها گروه های مختلف سیاسی هستند با اهداف و دشمن های متفاوت؟ بله، من فکر نمی کنم نه، چون به این که در واقع مسئله ایران برای معترضین تموم شده باشه. یعنی در همون لحظاتی که هواداران کتاب حزب الله به سفارت حمله می کردن، مدام در رسانه های فضای مجازی معترضین عراقی می گفتن که اینها ما نیستیم، ما کماکان در واقع مخالف نفوذ جمهوری اسلامی و نفوذ هر دولت دیگه البته هستیم در عراق، و صف خودشون رو از این کسانی که به سفارت آمریکا حمله می‌کردن جدا می‌کردن. من فکر نمی‌کنم که این عراقی‌هایی که در دو ماه گذشته 500-600 نفر کشته دادن، هزاران نفر زخمی دادن و مدام در خیابان‌ها بودن که تغییر جدی در ساختار سیاسی عراق به وجود بیارن، یکی از خواستهای اصلیشون هم محدود کردن نفوذ جمهوری اسلامی ایران بوده، فقط به خاطر همین یک درگیری که بین کتاب حزب الله و آمریکا رخ داده، تمام به اصطلاح مشکلاتشون رو با دولت عراق تموم شده تلقی کنن و در واقع در یک جبهه با اونا قرار بگیرن. من فکر نمی‌کنم این رخ بده، ولی اون چه که رخ داده این هست که خب تمام جناح‌های سیاسی عمده عراق طبیعتاً نمیتونن در حالتی که یکی از نیروهای داخلی این کشور مواجه شده با یک نیروی خارجی، آشکارا خب از نیروی خارجی حمایت بکنن. طبیعتاً حتی اگر جدی هم نباشن، خب در تبلیغات رسمیشون حتماً مخالف خواهند بود، و در از این لحاظ به لحاظ تبلیغاتی صرف، بله میشه گفت که در این چند روز اخیر حداقل یک در واقع نوعی حمایت غیر مستقیم یا حداقل عدم مخالفت مستقیم با نیروهای تحت حمایت ایران در گفتمان سیاسی عراق رخ داده، ولی من مطمئنم به محض اینکه این مسئله فیصله پیدا بکنه که کرده، چون امروز معترضین از حوزه به اصطلاح دوروبر سفارت آمریکا خارج شدن، اعتراضات ادامه پیدا خواهد کرد. ضمن اینکه همونجوری که آقای میلانی گفتن، اتکای دولت عراق به لحاظ امنیتی و نظامی اتفاقا بسیار بیشتر هست بر آمریکا. یعنی بدون نیروی هوایی آمریکا احتمالاً الان موسول و تکریت کماکان در دست داعش بود، کما اینکه تکریت دو ماه تمام در محاصره نیروهای وابسته به سپاه قدس مثل همین کتاب حزب الله بود، ولی نتونستن حتی یک قدم جلو برن تا زمانی که نیروی هوایی آمریکا اومد و این کارو کرد. یعنی اونها میدونن که اگر حتی آمریکا از عراق بیرون بره، بنابر اون چیزی که جمهوری اسلامی ظاهرا مایل هست انجام بده، اتفاقا ممکنه به ضرر دولت عراق و مردم عراق تموم بشه، چون نیروهای مثل داعش میتونن اتفاقا از این خلأ نظامی که آمریکا در واقع به جا خواهد گذاشت استفاده بکنن و دوباره بخشای بزرگی از عراق رو در به خصوص مناطق سنی نشین دوباره به تصرف در بیارن. آقای میلانی، در 48 ساعت گذشته از زمان شروع اعتراضات در مقابل سفارت آمریکا، بسیاری نگران این بودند که تنش بین ایران و آمریکا در واقع تبدیل به یک جنگ نیابتی جدید در عراق بشه. الان که معترضان به نوعی عقب نشینی کردند از مقابل سفارت، آیا میشه گفتش که این تنش کم شده و این نگرانی برطرف شده؟
به هیچ وجه این تنش ادامه پیدا خواهد کرد، برای خاطر اینکه همونطوری که من خدمتتون عرض کردم این قسمتی از سیاست کل فشار حداکثری آمریکاست که قدرت ایران رو در منطقه از سوریه گرفته تا لبنان تا افغانستان تا عراق و یمن کم بکنه. در حقیقت من فکر میکنم که دلیل عمده ای که آمریکا از برجام خارج شد به خاطر این بود که میخواد یک قرارداد جدیدی مبنا بر اینکه قدرت ایران رو در منطقه کم بکنه با ایران امضا بکنه. بنابراین این تنش ادامه پیدا خواهد کرد، کم نخواهد شد، اما این به این معنا نیست که ما داریم به طرف جنگ بین ایران و آمریکا میریم. امروز آیت الله خمینی خامنه‌ای به درستی گفته که ایران خواهان جنگ نیست و رئیس جمهور آمریکا آقای دونالد ترامپ هم به درستی گفته که آمریکا هم خواهان جنگ نیست. اشکال اینه که اگر دو کشور سعی نکنن این تنش‌های خودشون رو به خوبی مدیریت کنند، ممکنه این اجازه رو به بعضی از نیروهای منطقه‌ای بدن، به بعضی از نیروهای در داخل آمریکا و در داخل حکومت جمهوری اسلامی بدن که یه سری اشتباهات بکنن که اون موقع این ممکنه به طرف جنگ بره. ولی حتی اگر هم این اشتباه بشه، امکان این که در شرایط امروز ایران و آمریکا وارد یک جنگ کلاسیک بشن به نظر من بسیار بسیار کمه. آمریکا با تحریم‌هایی که علیه ایران اقتضا کرده کمر اقتصاد ایران رو شکونده و دلیلی نمی‌بینه که وارد جنگ بشه. و آقای ترامپ هم میخواد انتخابات 2020 رو ببره و میدونه، به خوبی میدونه که اگر وارد یک جنگی با ایران بشه این جنگ جنگ طولانی خواهد بود و ممکنه با در نظر گرفتن این که ایشون رو دارن استیزا میکنن، استیزا کردن در پارلمان آمریکا، ممکنه که انتخابات آینده رو ببازه. بنابراین تنش ادامه پیدا خواهد کرد، امیدوارم هر دو کشور بتونن این مدیریت کنن، ولی ما به طرف جنگ فعلا نمیرم. آقای متین، فکر میکنید که سناریوی حمله به سفارت آمریکا چه تأثیری بر تلاش‌های دیپلماتیک پشت پرده برای مذاکره بین ایران و آمریکا خواهد گذاشت؟ من فکر میکنم که اگر هم تلاش‌های در این زمینه صورت گرفته باشه، نهایتاً نتیجهش و یا اینکه اصلا به وقوع به نتیجه برسه بر به اصطلاح تابعی خواهد بود از توازن قوای مشخصی که بین ایران و آمریکا در سطح منطقه وجود داره و در اون زمان وجود خواهد داشت. واقعیت این است که آمریکا هیچ استراتژی مشخصی در مورد خاورمیانه در دوران آقای ترامپ نداشته و به دلیل امتناع از بازی که به اصطلاح ایفای نقشی که در گذشته می‌کرده در حمایت از همپیمانان منطقه‌ایش مثل عربستان و سعودی یا امارات یا دیگر کشورها، یک نوع خلأ ژئوپلیتیک و دیپلماتیک برای این کشورها ایجاد کرده، در نتیجه امکان در واقع مداخله یا انجام کارهایی که هماهنگ نشده یا اصولا یک بخشی از یک برنامه منسجم استراتژیک سیاسی نیست رو باز کرده و این خودش بر احتمال خطرات می‌افزاید. تنها چیزی که در هیئت حاکمه فعلی آمریکا ظاهراً دید مشخصی نسبت بهش وجود داره اعمال فشار حداکثری هست، اون هم که یک در واقع از طریق تحریم‌های اقتصادی، ولی به نظر نمی‌رسه که دولت آقای ترامپ دقیقاً به این هم اندیشیده باشه که طرف مقابل در مقابل این تحریمات اقتصادی الزاماً نه امکان و نه امکان در واقع پاسخ اقتصادی نداره. در واقع جمهوری اسلامی غیر از تحریکات نظامی در منطقه و یا ضربه زدن به منافع آمریکا که نمیتونه مثلا به لحاظ اقتصادی به آمریکا ضربه ای بزنه. در نتیجه ما با دو رویه، با دو استراتژی روبرو هستیم. از یک طرف قدرت بزرگتر از ابزار اقتصادی استفاده کرده، در حالی که طرف مقابل از ابزار جنگ نامنظم و یا حرکات از قبیل حمله به تأسیسات نفتی عربستان یا مثلا اون همین حمله به در واقع در حملات به نیروهای آمریکایی در عراق است. اینکه تا چه حد واقعا با توجه به نبود هیچ کانال مستقیم روزمره ارتباطی بین دو کشور این مداخلات، این حرکات، این تحریکات میتونه مدیریت بشه و به درگیری بزرگتری منجر نشه، یکم حسدنش در واقع سخت است، ولی خب میشه به لحاظ منطقی این احتمال همیشه وجود داره که در واقع اشتباه محاسبه از طرف این ممکنه به یک درگیری ناخواسته بزرگتر منجر بشه. متشکرم کامران متین، استاد روابط بین‌الملل، و محسن میلانی، مدیر مرکز تحقیقات استراتژیک و دیپلماسی با ما.
نظر بینندگان برنامه رو هم درباره اتفاقات اخیر عراق پرسیدیم و اینکه درباره نقش ایران در این اتفاقات چه فکر میکنن. صحبت های چند نفر رو هم بشنویم. خامنه ای شما چه کردید؟ اونایی که رو در سفارت نوشتن که قاسم سلیمانی رهبر اونا چی؟ اونا غلط نکردن؟ اونا ربطی به شما ندارن؟ اولا کاملا واضح و مشخصه کسایی که وارد شدن افراد عادی نبودن، مردم عادی نبودن، وگرنه مردم واقعی عراق کسایی هستن که در میدون تحریر دیروز فریاد زدن که ما هیچ ارتباطی با حمله کنندگان به سفارت امریکا در بغداد نداریم. وقتی شما با یه قلدری مثل ترامپ طرف حسابین، باید مثل خودش هم باشین. چاره‌ای نداریم. این وسط مردم بیگناه عراق کشته شدن، مردم اگه اتفاق دیگه بزرگتر از این بیفته مردم بیگناه ایران کشته میشن، اما قلدر همیشه سر جاشون هست. با توجه به سیاست‌ها 40 ساله اخیر رژیم جمهوری اسلامی، این موضوع عجیبی نیست که بگوییم رهبران کنونی ایران جنگ رسمی با یک کشور دیگر به خصوص آمریکا را به تظاهرات و نارضایتی های داخلی ترجیح می دهند و شاید پیش خود فکر می کنند که در صورت وجود یک جنگ نظامی بین ایران و یک کشور خارجی هم می توانند راحت تر معترضان ایران را سرکوب کرده و جو را امنیتی کنند. روز به روز که پیش می ریم این مردم ایران هستند که خودشون رو تنها تر و منزوی تر می دونند، چون که صداشون در داخل شنیده نمی شه و حامی هم از خارج حداقل نداریم و واقعیتش نمیشه هم به خارج اعتماد کرد. همینجوری که گذشته دیدیم فقط با لفاظی ها و گفتن جملاتی که ما در کنار مردم ایران می ایستیم، خب ایستادن شما به چه درد مردم ایران میخوره؟ این اتفاق کاملا مسئولیتش به جمهوری اسلامی و شخص خود خامنه ای بود. آقای خامنه ای با این کاراش و با این آمریکا ستیزیاش داره ایران و کل مردم ایران رو به قهقرا میبره. آقایانی که توی آمریکا دارن برای ما تصمیم میگیرن، ما رو تحریم میکنن، مقصرن. اینکه آقای خامنه‌ای برمیگرده میگه منطقی نیستن و جنایتکارن، من این حرف ایشونو با جون و دل قبول دارم، چون لمسش کردم. مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران تصمیم گیری درباره لایحه پیوستن به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم معروف به CFD را باز هم به تعویق انداخت. کمیسیون مشترک مجمع تصمیم گیری درباره لایحه پیوستن به این کنوانسیون را به جلسه بعدیش موکول کرد. پیوستن به این کنوانسیون و نیز کنوانسیون مقابله با جرایم سازمان یافته فراملی معروف به کنوانسیون پالرمو جزو خواسته های کارگروه ویژه اقدام مالی معروف به FATF است. نهادی که گفته اگر ایران تا یک ماه دیگر به این دو کنوانسیون نپیوندد، ایران را به طور کامل وارد فهرست سیاهش میکند. بهرنگ تاجین خبرنگار اقتصادی ما در استودیو به ما پیوسته. بهرنگ، چرا تصمیم گیری رو عقب انداختن؟ ببین، جواب رسمی که میدن اینه که اعضای مجمع، به طور خاص اعضای این کمیسیون مشترکی که مجمع برای بررسی این دوتا لایحه پیوستن به کنوانسیون ها ایجاد کرده، یه سری ابهامات و سوالاتی دارن و دوباره این ابهامات و سوالات رو فرستادن برای وزارت اقتصاد و وزارت خارجه که جواب بده، بعد اینها تصمیم گیری کنن. ولی واقعیت اینه که به نظر میاد اکثر اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام که خب از طیف منتقد دولت هم هستن، اینها کلن با این دوتا لایحه خیلی موافق نیستن و دلایل مخالفتشون هم سه تا دلیل کلی رو میشه فهرست کرد. یه دلیل اولش میگن که ایران از 2009 تا 2016 هفت سال تو این چیزی که به فهرست سیاه FATF معروف شده بوده، در نتیجه اگه دوباره برگرده تجربهشو داره، میدونه چه اتفاقی میفته و هیچ مشکلی نیست. دلیل دومی که میارن، از جمله محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت اینو گفته، اینه که FATF هیچ تضمینی نیست که اگر که مجمع تشخیص مصلحت این دوتا لایحه رو تصویب کنه، ایران رو به طور کامل از بیانیه‌اش خارج کنه و بگه ایران دیگه امنه و نگرانن که خواستهای جدیدی مطرح بشه. ولی دلیل سوم و شاید اصلی ترین دلیل اینه که خیلی از اعضای مجمع معتقدن پیوستن به این دوتا کنوانسیون به ضرر ایرانه، به این معنی که جا برای نظارت خارجی رو بیشتر میکنه،
کار ایران برای حمایت از گروه‌های شبه نظامی مورد حمایتش رو سخت‌تر می‌کنه و حتی دور زدن تحریم‌ها رو سخت‌تر می‌کنه. و به گفته محسن رضایی اگر ایران به این دوتا کنوانسیون بپیونده حداقل بعضی از اعضای مجمع فکر می‌کنن که اقتصاد ایران ضربه می‌خوره. یه میگن که ما اگر نپیوندیم به این کنوانسیون‌ها چه پیامدهایی داره؟ عده‌ای بالعکس میگن که اگر ما بپیوندیم در شرایطی که تحریم‌های اقتصادی وجود داره و هنوز افق روشن FATF برای کشور ترسیم نکرده و مسئولین کشور هم نمیگن که اگر اینا تصویب بشه ما را وارد عمل متقابل که به غلط در کشور به عنوان لیست سیاه مطرح شده که یک ادبیات ژورنالیستی است و در مفاهیم حقوقی هیچ جاپایی نداره، میگن که اگر وارد بشیم در شرایطی که ما در تحریم هستیم و افق نهایی توصیه‌های FATF روشن نیست ممکنه حتی به معیشت مردم آسیب وارد بشه. اگر اینقدر FATF خطرناکه بهرنگ، چرا اینقدر دولت اصرار داره که تصویب بشه؟ دولت هم یه سری استدلال داره در جواب اینها دیگه. مثلا رئیس کل بانک مرکزی صحبت از این کرده بود که کسایی که مخالف پیوستن به این دوتا کنوانسیونن باید بیان بگن که دقیقاً پیوستن به این کنوانسیونا چه شکلی به ضرر ایران میشه. ولی در کنارش یه بحثای دیگه ای هم دولت میکنه، میگه که دولت حرف کلیش اینه که اگر که ایران بره توی فهرست سیاه، حالا آقای رضایی هم اشتباه نمیگه، چیزی به اسم فهرست سیاه نیست، اگر وارد این مرحله بشه که اقدامات مقابله‌ای علیه ایران الزامی بشه به ضرر ایرانه و پیوستن به این دوتا کنوانسیون فقط جلوی بدتر نشدن شرایط رو میگیره. و صحبت از این میکنه دولت که اگر که یه سری از شرکای ایران مثل روسیه و چین هم دارن میگن که نرید یه کاری کنید که بر نگردید تو این حالا بیانیه FATF بر نگردید، که الان تو بیانیه FATF جز ایران فقط کره شمالی هست تو تازه ترین بیانیه‌ای که داده بود. و کلن صحبت دولت اینه که با پیوستن به این دوتا کنوانسیون درسته یک امکان قانونی برای نظارت بر تراکنش‌های مالی و اینها شکل میگیره، اما قانونمند میشه. اینجوری نیست که آمریکا هر یا هر کشور دیگه هر چی بخواد بتونه از ایران اطلاعات بگیره. ببینید در فرض عدم الحاق ما میریم تو لیست سیاه، درست؟ اون وقت به تمام کشورهای دیگر میگن شما برید هر نوع نقل و انتقال و وجوهی آمد و رفت شد شما برید اطلاعاتش رو در بیارید. این میشه چی؟ میشه اطلاعات گسترده و سیستماتیک. در یه همچین فرضی این که کشف بکنن این مربوط به نفته، با اینکه حق نداشته باشن سیستماتیک هر چه مربوط به ایران است رو چک بکنن، بلکه یک مورد مشکوک، اونم چی رو میتونن بگن مشکوک؟ نفت رو نمیتونن بگن مشکوک. باید بگه یه مواد مخدری ما یه رد پایی داریم که معامله شده، ما رد پایی داریم که یه پولی مربوط به ارتشاء مبادله شده، اون رو بعد از ما بخواد بگه اطلاعات بده، اصلا حق نداره کلی بخواد. باید یه دلایل و قرائنی بده که یه معامله مشکوک به این دلیل، اون وقت از FIU از واحد اطلاعات مالی ما بخواد که اطلاعات بده. و شما فکر کنید محدودترش دست کم رو قواعد. حالا چون انقدر بحث داغ شده دوباره، دو دلیل داره. دلیل اولش اینه که یک ماه و نیم جلسه بعدی FATF یا کارگروه ویژه اقدام مالیه و تا اون موقع ایران فرصت داره که به این دوتا کنوانسیون بپیونده، چون توی جلسه قبلیشون حدود دو ماه پیش گفتن که اگر تا جلسه بعدی ایران به این دوتا کنوانسیون نپیونده به طور کامل برمیگرده به این بیانیه عمومی. مثل کره شمالی اینجوری میشه که هر تراکنش مالی، هر نقل و انتقال مالی از ایران به بیرون یا از بیرون به ایران باید اطلاعات زیادی در موردش جمع بشه که این پول از کجا اومده، به کجا میره، برای چی و الی آخر. یه دلیلش اینه. دلیل دومش هم اینه که وقتی یه لایحه‌ای در مجلس تصویب میشه، شورای نگهبان رد میکنه، دست آخر میره مجمع تشخیص مصلحت، یک سال فرصت داره مجمع تصمیم بگیره. در مورد این دوتا لایحه، در مورد یه لایحه یک سالش گذشته، یه لایحه دیگه داره به یک سال میرسه. متشکرم بهرنگ تاشین در استودیو با ما.
سال 2020 میلادی در حالی شروع شده که نفت مهمترین فراورده صادراتی ایران در چند دهه اخیر در شرایط بسیار دشواری قرار دارد. آمارها نشان می‌دهد میزان صادرات نفت و میعانات نفتی ایران از نزدیک به روزی 3 میلیون بشکه در زمان آغاز تحریم‌های آمریکا به نزدیک به 200 هزار بشکه در روز کاهش پیدا کرده. این در حالی است که دولت ایران در بودجه سال آینده پیش‌بینی کرده که روزی 1 میلیون بشکه نفت و میعانات نفتی صادر کند. سارا وخشوری کارشناس نفت و انرژی از واشنگتن به ما. خانم وخشوری، وضعیت بازار نفت جهان رو در دهه گذشته چطور می‌بینید؟ در دهه گذشته چند اتفاق مهم افتاد که بازار نفت و قیمت‌ها رو به صورت خیلی ریشه‌ای عوض کرد. مهمترین اون پیشرفت تکنولوژی‌ها بود و اینکه برداشت و تولید ذخایر نفت و گاز شل رو که بیشتر اون در آمریکا تولید شد رو به صرفه کرد و این پیشرفت تکنولوژی موجب شد که آمریکا از بزرگترین مصرف کننده و تبدیل بشه به بزرگترین تولید کننده و ایالت تگزاس رو، فقط یکی از ایالت‌های تولید کننده انرژی آمریکا رو شما اگه تولیدش رو در نظر بگیرید میتونه یک کشور تولید کننده اوپک باشه. یعنی اگر فرض کنین تگزاس عضو اوپک بود، بعد از عربستان سعودی میزان تولید نفت خام داشت و اگر می‌خواستین میزان نوع نفتش رو با بقیه از اوپک مقایسه بکنیم، میتونست بعد از عراق سومین تولید کننده بزرگ اوپک باشه. نکته دیگه که اتفاق افتاد بیشتر شدن بهینه شدن وسایل بود که مصرف انرژی مصرف میکردن و این افزایش کارآمدی و کمتر انرژی مصرف شدن عاملی شد که رشد تقاضا در دنیا به اون سرعت و شدت گذشته نباشه و در پایان کشورهای مثل منطقه کل اروپا و چین میزان رشدشون و میزان رشد تقاضا انرژیشون کم شد. بنابراین ما از یک طرف افزایش شدید تولید داشتیم به ویژه در آمریکا و از طرف دیگه کاهش رشد تقاضا، همه اینها باعث شد که قیمت‌ها کاهش پیدا بکنه و ما این به اواخر دهه که رسیدیم با الفاظ و اصطلاحاتی مثل اضافه ارز آشنا بشیم و در مورد اینکه الان اوپک یا بقیه تولید کننده ها چه کار باید بکنن که این اضافه ارز در بازار به تعادل برسه و ما اتفاقات تاریخی داشتیم مثل حمله‌ای که به تجهیزات تولید کننده بزرگ اوپک عربستان سعودی اتفاق افتاد و ما دیدیم که قیمت‌ها به جز چند روز و یک رشد مختصر رشد زیادی رو نداشتن. بنابراین این جمع‌بندی این دهه بود و پیشبینی که میشه برای دهه آینده اینه که این همچنان ادامه داشته باشه. ما در دهه جدید در سال 2020 و تا اواسط دهه 2020 تولید کننده حتی جدید داریم که به بازار وارد میشن و تولید کشورهای بجز آمریکا مثل برزیل، نروژ و گیانا، حتی کانادا افزایش پیدا میکنه. یعنی ما همچنان تولید نفت دنیا داره افزایش پیدا میکنه ولی تقاضا با اون رشد که انتظار میره نمیتونه تعادل ایجاد کنه با رشد تولید و خب ما به سمت دهه پا میذاریم که ماشین‌های استفاده از خودروهایی که بنزین مصرف نمی‌کنن بیشتر داره میشه بهینه مصرف شدن، مصرف انرژی خیلی بهینه‌تر از گذشته است و بجز در پتروشیمی در خیلی از موارد سوخت‌های نفتی دارن جایگزین میشن. بنابراین این موضوع شدت بیشتری میگیره در سال در این دهه. در چنین فضایی که توصیف کردید فکر می‌کنید که بازار نفت ایران و فروشش در سال 2020 به چه شکل خواهد بود، خصوصا با توجه به بودجه‌ای که آقای روحانی ارائه داده و درش وعده‌هایی داده؟ در مورد ایران در سال گذشته ما بحث‌های خیلی زیادی رو با شما و همکارانتون انجام دادیم که تقریبا همه اونها عملی شد. خاطر هست توی یکی از بحث‌هایی که داشتیم در مورد این صحبت شد که ایران به دلیل نوع سرمایه‌گذاری‌ها و اینکه کلاً هیچ کشوری وابستگی زیادی به و
سرمایه و کلن رابطه خیلی زیاد اقتصادی و تجاری با ایران نداره، کنار گذاشتن ایران خیلی راحته. و اگر که شما با سرمایه گذاران صحبت کنین، میشه گفت که بزرگترین نگرانی سرمایه گذاران چه در بخش نفت و حتی در بخش مالی بانک های سرمایه گذاری، نگرانی اصلیشون از اینه که اگر فردا صادرات ایران به طور کلی به طور کامل به بازار برگرده چه اتفاقی میفته، خیلی ها ورشکست میشن. بنابراین میشه گفت که یک اجماعی وجود داره در مورد اینکه ایران وارد صادراتش به میزان قبل نرسه. و همونطور که خودتون تو آمار و ارقامتون گفتین، با اینکه صادرات ایران به صفر مطلق نرسیده هنوز، ولی خیلی کاهش پیدا کرده، چیزی بین همون اعدادی که خودتون توی گزارشتون گفتین، هم مقامات آمریکایی 200,000 بشکه تایید کردن، هم بعضی از نماینده‌های مجلس آمار و ارقام و درصدهایی رو که دادن در همین حد هست. بنابراین فکر میکنیم که توی سال 2020 ایران یک مقدار خیلی محدودی صادرات نفت خام داشته باشه، بستگی داره به ماه به ماه، ممکن ماهی بیشتر از 200,000 بشکه، 300 تا 500,000 بشکه بفروشه، یه ماه خیلی کمتر، بستگی به حالا اوریج ماهانه ده. متشکرم سارا بخشوری، کارشناس نفت و انرژی. علی باقری کنی به عنوان معاون امور بین الملل قوه قضاییه و دبیر ستاد حقوق بشر ایران منصوب شد. از جمله مسئولیت‌های این ستاد دفاع از عملکرد حقوق بشری ایران در مجامع بین المللی است. وظیفه‌ای که 14 سال محمد جواد لاریجانی انجام داد اما هیچگاه نهادهای حقوق بشری بین المللی را قانع نکرد. گزارشگران ویژه ایران در سازمان ملل ایران را به نقض حقوق بشر متهم می‌کنند. فرنوش امیرشاهی در گزارشش به این موضوع پرداخته که آیا با تغییر مسئول این ستاد تغییری در سیاست و حکومت ایجاد می‌شود؟ آقا در دیداری که امسال با مجموعه دستندرکاران قوه قضاییه داشتن، روی این موضوع تاکید فرمودن و تصریح کردن که دفاع از حق مردم در عرصه بین‌المللی وظیفه دستگاه است. علی باقری کنی، مذاکره کننده سابق هسته‌ای و چهره‌ای که اصطلاحاً در حلقه جوانان انقلابی مورد تایید حاکمیت قرار می‌گیرند، امروز ستاد حقوق بشر قوه قضاییه را تحویل گرفت. ستادی که وظیفه اصلیش از سال 84 دفاع از عملکرد حقوق بشری ایران در مجامع بین المللی تعریف شده. این کار را پیشتر محمد جواد لاریجانی انجام می‌داد. من میخوام بگم پرچم حقوق بشر و دفاع از کرامت انسانی باید به دست ایران باشه. واقعا مقام‌های قضایی ایران با نهادهای حقوق بشری بین المللی اختلاف اصولی دارند. در 14 دهه گذشته جمهوری اسلامی به نقض حقوق بشر متهم است. جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران، در آخرین گزارشش از محدودیت آزادی‌های سیاسی و اجتماعی، بازداشت دو تابعیتی‌ها و بالا بودن آمار اعدام در ایران انتقاد کرده بود. اما ایران همه این گزارش‌ها را رد می‌کند. جمهوری اسلامی ایران علی‌رغم همه تلاش‌هایی که برای ارتقای حقوق شهروندان خود صورت می‌دهد و در این حال مورد تهاجم انواع تروریسم است محکوم می‌شوند، ولی رژیم‌های دیکتاتوری و خاندان‌های قرون وسطایی مورد تکریم قرار می‌گیرند. این نشان دهنده حاکم بودن نگرش سیاسی و قدرت محور به مقوله حقوق بشر است. با این حال بسیاری از فعالان سیاسی و ناظران حقوق بشر نظر دیگری دارند. اعتراض به اینه که حقوق اصناف مختلف مردم در این کشور رعایت نمیشه، نقض میشه. حقوق کارگران، معلمان، استیفای مطالباتشون، اینها نقض میشه. حق انتخاب کردن، حق انتخاب شدن، حقوق اقلیت‌ها، اینا هیچ کدوم مراعات نمیشه، نقض میشه، سرکوب میشه. علی باقری سابقه‌ای در زمینه حقوق بشر ندارد. او از خانواده آیت الله مهدوی کنی و چهره نزدیک به سعید جلیلی، دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی و عضو تیم مذاکره کننده سابق هسته‌ای است. بعدتر در سال 92 ریاست ستاد انتخاباتی جلیلی در انتخابات ریاست جمهوری را به عهده گرفت. همزمان هم در دانشگاه امام صادق تدریس می‌کرد. در سال‌های گذشته بیش از هر جا در همایش‌های بسیج دانشجویی و برنامه‌های همچون افق در تلویزیون ظاهر شد و به تندی از سیاست خارجی دولت روحانی انتقاد کرد و به تبیین مواضع رهبر ایران پرداخت.
این که شما می‌فرمایید حضرت آقا این همه تاکید می‌کنن در مورد اینکه آمریکا هر گونه تعامل باهاش خسارته، به خاطر در واقع یک برداشت ارزشی از موضوع نیست. آقا از یک حقیقت دارن پرده برداری می‌کنن. با چنین پیشینه و موازعی به نظر نمی‌رسد تغییر چندانی در سمت و سوی سیاست‌های حقوق بشری قوه قضاییه ایجاد شود. به ویژه اینکه این نهاد باید مرتب عملکردش را به دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی گزارش کند. این ستاد مصوبه شورای عالی امنیت ملی است به تأیید ولی فقیه رسیده مستقیماً. قوه قضاییه نهادی زیر نظر رهبر ایران است که رئیس آن را هم آیت الله خامنه ای تعیین کرده. حالا به جای این که بیان و وضعیت حقوق بشر رو جابجا بکنن، مسئول حقوق بشر رو جابجا میکنن. چرا جابجا میکنن؟ نه به خاطر اینکه وضعیت رو تصحیح کنه، برای اینکه توانایی بیشتری داشته باشه در توجیه این وضعیت، منسجم تر دروغ بگه. آقای باقری در شرایط مسئولیت تازه‌اش را به عهده گرفته که حکومت ایران هنوز هیچ مسئولیتی در قبال کشته و بازداشت شدگان اعتراض‌های آبان ماه به عهده نگرفته. در اقدامی کم سابقه 16 گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل دست به قلم شدند تا از آنچه در ایران می‌گذرد ابراز نگرانی کنند. حالا اولین ماموریت او دفاع از عملکرد ایران درباره اعتراض‌های آبان ماه در مجامع بین المللی است. فنوش امیرشاهی، بی بی سی. روز گذشته حاجیه سجودی مشهور به مادر قائدی از مادران خاوران درگذشت. دو فرزند او، صادق قائدی و جواد قائدی، از فعالان سیاسی چپگرا در سالهای 61 و 62 اعدام شدند. او 89 سال داشت و تا آخرین سال زندگیش به طور مستمر به گورستان خاوران می رفت. خانواده ها و مادران خاوران زندانی بودند که اعضای خانوادهشان عمدتاً از فعالان طیف‌های مختلف چپ بودند که در دهه 60 اعدام و در کورستان خاوران دفن شدند. مادر قائدی به تازگی همراه مادران و اعضای خانواده های کشته شدگان سیاسی و مدنی 4 دهه اخیر 5 دی را روز ادای احترام به کشته شدگان اعتراضات آبان نامید. مرتضی قائدی از زندانیان سابق چپ و فرزند خانم سجودی از لندن با ماست. خانم قائدی، از مادرتون بیشتر برام بگید. ایشون چند هفته پیش بیانیه‌ای در همدردی با خانواده کشته‌های اعتراضات آبان منتشر کردند. ببین، مادر من، در ابتدا سلام عرض می‌کنم به بینندگان عزیزتون. مادرم در واقع از سال 61 که اولین فرزندش صادق و اعدام، صادق عزیز من اعدام کردن و در اعدامش جواد و همسر جواد منیر هاشمی رو اعدام کردن، از همون تاریخ بود که مادر من در واقع آشنا شد با خاوران و مادرهای خاوران. همونجا بود که مادرم در واقع یکی دادخواهیش رو از اون تاریخ شروع کرد و اگه به الان نگاه کنید میبینید که 40 ساله که این مادران خاوران که قدمت تاریخیشون از سال 60 برمیگرده دارن برای این امر دادخواهی و چرایی اعدام فرزندانشون دارن حرف میزنن. یکی از سوالهایی که همیشه مادرم، یاد عزیزش گرامی، داشت که چرا عزیزای ما رو اعدام کردن؟ چرا فرزندان ما را اعدام کردن؟ این سوال، هرچند که مادرم این چند ماه اخیر مریض بود، ولی تا زمانی که میتونست در خاوران حضور داشت در واقع و من میدونستم که مادر من یکی از، یعنی یاد بوده عزیزانی رو که در خیابونها، در تپاها تیرباران میشن، رگبار بهشون میبندن، مادر من به یاد، خیلی اعتقاد به یاد اینها و یاد بوده اینها داشتش. به همین دلیل من هم اسم خودم و مامانم رو دادم. خانم قائدی، مادر شما و بسیاری دیگر از نسل اول مادران خاوران رفته رفته از دنیا میرن. فکر میکنید که نبود اونها چه تأثیری میگذاره بر روند دادخواهی؟ ببینید، این خیلی هولناکه برای همه ما
کسانی که واقعا ایستادن مثل الان سرکوب شدن، حمله شد به اینها و تهدید شدن، از اینها قول گرفتن به خاوران نرین، ولی این مادران ما انجام دادن. ولی میخوام اینجا بگم این مادران هرچند نیستن، ولی پرچم دادخواهیشون به زمین نیفتاده. پرچم دادخواهیشون رو ما میبینیم الان 98 به دستشون گرفتن. این پرچم دادخواهی حتی در نبودشون به نظر من جنبش دادخواهی ادامه خواهد پیدا کرد با پرچمی که اونها با سرکوب، با سرکوب هر روزه این پرچم رو بلند کردن و نسل به نسل به نظر من به دست نسل‌های بعدی دادن. و امروز ما می‌بینیم با اتفاق اخیری که افتاد صدای دادخواهی خانواده‌ها، مادران و تمام عزیزان ما از چهار گوشه ایران صداشون بلند شده و دارن صدای دادخواهیشون به گوش جهانیان میرسن. به نظر من همین امروز نشون دهنده اینه که هرچند این عزیزترین عزیزان ما در کنار ما نیستن، ولی پرچمشون برافراشته است و پرچم دادخواهیشون برافراشته است. آنچه که بر مادران و فرزندان خاوران گذشته خانم قائدی چقدر مستند شده؟ ببینید مستند خیلی هستش، هرچند شاید مکتوب به عنوان کتاب شاید کمتر. من میخوام اینجا بگم ما شاید کمکاری کردیم در مورد مادران خاوران، کم حرف زدیم، کم صحبت کردیم. یعنی مادرانی که هر روز خاوران، هر روز خاوران یک تاریخ به نظر من، از روزهای اول خاوران که خانواده ها سرکوب شدن، به نظر من همین گفتنهای ما، همین یادبودهایی که گرفته میشه در این مراسم هایی که هر سال سالگردهایی که انجام میشه و عزیزانی که مادرانشون جز مادران خاوران بودن، اینها همه مکتوب سندیت داره و سندیتش اینه که مادران ما وقتی که پای صحبت، به عنوان مثال من وقتی پای صحبت مادر خودم و مادرهای دیگه نشستم، اینها رو ما نسل به نسل منتقل میکنیم و داریم میکنیم. و به همین دلیل به نظر من یکی از قوی ترین جنبش هایی که در ایران الان حضور داره و هیچ وقت به نظر من در مقابل سرکوب کوتاه نیامد، هرچند ممکنه با در واقع در دوران سیاه وادار به عقب میشینی کرد، ولی این جنبش همیشه در خیابون، در خونه ها ادامه داشت، چون خیابون ها رو از مادرای ما، از خانواده های ما گرفتن و اونها رو و مادرای ما چون خیابونی گرفتن. ببینید مادران آرژانتین این قدرت رو داشتن و این تونستن خیابون رو بگیرن، در میدان ها جمع بشن، ولی خانواده های ما به جایی که نتونستن انقدر اینا رو سرکوب کردن رفتن گورستان ها رو گرفتن. خانم قائدی به نظر میاد که در طول تاریخ 40 ساله جمهوری اسلامی خط مادران داغدار مسیرشون ادامه پیدا کرده و نقش زنان و مشخصا مادران در این دادخواهی بسیار پررنگه. فکر کنید علتش چیه؟ علتش به نظرم برای اینکه در یک جامعه مردسالار وقتی وجود داره، ببینید این هم به نظر من جنبش دادخواهی نشون داد که در این عرصه زنان و مادرانن که دارن این نقش رو بازی میکنن. یعنی از روز اول، حتی دورانی که در زندان هم اگه ماها باشیم و الان هم میبینیم صدای دادخواهی مادران بلند میشه در یک جامعه که به هر دلیل زن جنس دوم بود، به هر دلیل زن سرکوب کردن، به همینطوری که شما به درست گفتین پرچم دادخواهی دست مادران و دست زنان ایرانه و از اون روز بوده تا به امروز هم ما میبینیم بازم دست زنان ایرانه و دست مادران هستش به خاطر شرایط خاصی که در ایران وجود داره. متشکرم. مرسده قائدی از زندانیان سابق چپ و فرزند خانم سجودی. شهلا ریاهی بازیگر معروف سینما، تئاتر و تلویزیون ایران در 93 سالگی درگذشت. خانم ریاهی در حدود 70 فیلم سینمایی و 10 تئاتر بازی کرد. او با ساخت فیلم مرجان عنوان نخستین کارگردان زن ایرانی را هم کسب کرد. شهلا ریاهی گوینده هم بود و چند فیلم معروف از جمله برباد رفته را دوبله کرده بود. آخرین فیلمی که شهلا ریاهی در آن بازی کرد نهنگ انبر 2 4 سال پیش بود. فرناسه می‌گذارش بعد.
قدرت و زمان وفادوست معروف به شهلا ریاهی، کسی که گرچه بیشتر به بازیگری مشهور بود اما نخستین کارگردان زن ایران نام گرفته. با فیلم مرجان در سال 1335 که خودش هم در آن بازی کرد. مرجان فیلم مهمی در تاریخ سینمای ایران محسوب نمی شود، اما اولین فیلمی است که یک زن آن را کارگردانی کرده. شهلا ریاهی در 14 سالگی با اسماعیل ریاهی کارگردان و فیلمنامه نویس سینما ازدواج کرد. به گفته خودش به واسطه همسرش در 17 سالگی با تئاتر آشنا شد و در بیشتر فیلم‌های او بازی کرد. اولین حضور او در تئاتر در نمایش هارون الرشید بود. شهلا ریاهی در سال 1330 سینمای حرفه‌ای را با بازی در فیلم خواب‌های طلایی آغاز کرد. موسیقی این فیلم به همین نام اثر جواد معروفی از آثار ماندگار تاریخ موسیقی ایران است. یکی از نقش‌های به یاد ماندنی او نقش انور زمان زن پولداری بود در سریال ایتالیا ایتالیا. سریال ایتالیا ایتالیا به کارگردانی نوذر آزادی در سال 1357 از تلویزیون ملی ایران پخش شد. بعد از انقلاب 57 خانم ریاهی مدتی از سینما کنارگیری کرد، اما در سال 1366 با فیلم گل مریم به کارگردانی حسن محمدزاده و بعد با فیلم پرنده کوچک خوشبختی ساخته پوران درخشنده به سینما بازگشت. او در فیلم درخشانی چون دلشدگان به کارگردانی علی حاتمی هم بازی کرد. اگه فرنگی به قول خود وفا نکرد تو ولایت قربت اسیر و عبیر موندین، رفقای عزیزتون مجال چاره کار نمیدن. در چند سریال تلویزیونی هم حضور داشت، از جمله سریال درخانه یا سریال فروشگاه در سال 1375. قایم میکنی پاک میکنی. آخرین حضور شهلا ریاهی در سینمای ایران در فیلم نهنگ عنبر 2 در سال 1395 بود. تو یه جمله کل زندگی رو برای ما میگید؟ نمیتونم بگم. شهلا ریاهی در سالهای اخیر در چند برنامه تلویزیونی حاضر شد، از جمله این برنامه. نویسم نامه ای بهر شما ها، ندانم از چه گویم از کجا. در برنامه‌ای در شبکه 3 هم او شعری را که خودش سروده بود جلوی دوربین خواند. شهلا ریاهی در سال‌های اخیر به آلزایمر مبتلا شده بود. واقعاً اثر نسبتاً خوبی. این بازیگر مشهور سینما در سال‌های آخر عمرش در مرکزی در تهران نگهداری می‌شد. او در همین مرکز هم درگذشت. آصف جلالی مشهور به کاکا آصف، طنزپرداز شناخته شده افغانستان، بعد از ظهر امروز در اثر ایست قلبی در کابل درگذشت. آقای جلالی بازیگری را در سینمای افغانستان حدود 10 سال پیش با ایفای نقشی در فیلم بلبل آغاز کرد و در سالهای اخیر با برنامه‌های تلویزیونیش معروف شد. اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان در پیامی گفته که آقای جلالی خنده بر لبان مردم می‌آورد و به اصلاح جامعه کمک می‌کرد. احسان سلام، طنز نویس از آلمان به ما پیوسته. آقای سلام، فکر میکنید که وجه تمایز او با سایر هنرمندان چه بود؟ خدمت شما عرض بکنم که آقای جلالی یک شخصیتی چند بعدی بود. هم کمدین بود، هم ممثل بود و هم مردی ظریف و حاضر جواب. همه قسم فصاحت کلامش در تمثیل، صدا و لحن گفتارش در اجرای کمدی‌ها و استنداپ کمدی‌ها خیلی اثرگذار بود. آقای جلالی لهجه های زبانی را بسیار بخوبی حین تمثیل اجرا میکرد که این در موفقیت گفتارش خیلی اثرگذار بود و آقای جلالی با فرهنگ بومی جامعه خیلی خوب آشنا بود و کرکترهای را در کمدی‌های خود بازی میکرد که او برای جامعه خیلی آشنا و پذیرفتنی بود و با فرهنگ بومی خیلی نزدیکی داشت. چقدر کار آقای جلالی با طنزپردازان کلاسیک هماهنگ بود؟ اصولا دو بحث از اینجا. اول اینکه آقای جلالی
بر اساس پژوهش هایی که شده در افغانستان من حیث طنز پرداز شناخته نشده. آقای جلالی بیشتر من حیث ممثل و یا کمدین بسیار بزرگ شناخته میشه، چون من خودم شخصا از آقای جلالی طنز نوشتاری تا بال نخوندیم. شاید در استنداپ کمدی هایشان و یا در برنامه های شبخند طنز های گفتاری داشته باشند، اما بیشتر طنز هایشان از طنزنویس های دیگر می گرفتند و در اونجا اجرا می کردند. یعنی آقای جلالی پیش از اینکه ما به این داوری بپردازیم که با طنزنویس های کلاسیک چه رابطه داشت، باید به این داوری بپردازیم که آقای جلالی چقدر در عرصه طنز به طور خاص از منظر تئوریک چی جایگاهی داشتند. آقای سلامی، آقای جلالی حتی در زمان حکومت طالبان هم به طنزنویسی ادامه دادند و روی نوارها ضبط کردند طنزشون رو و به بازار عرضه کردند. در چنین شرایطی، در چنین فضایی کار به عنوان کمدین چطور بوده براشون؟ مسلماً در آقای جلالی از لحاظ فعالیت عملی خیلی زندگی برازنده دارن، از لحاظ کار عملی در زمان طالبا بدون شک زمینه نوشتن و گفتن در افغانستان نبود و یگانه ابزار امین بود. اما بعد از سال 2001 که در افغانستان رسانه ها دیداری و شنیداری زیاد شد، آقای جلالی بیشتر البته کارش از امون کسیت ما محاسب شروع شد که در اونجا خیلی از دیدگاه خاص و هم پذیرفتنی بود، اما کاری اصلیشان به نظر ما بعد از سال 2001 شروع میشه که در رسانه های دیداری اونا فعالیت شروع کردن و برنامه های مختلفی در تلویزیون ها داشتن که البته اوج شهرتشان هم در برنامه های دیداری، رسانه های دیداری در برنامه شبخند بود. اما بعد وقتان فضا در رسانه های دیداری به طوری بود که آقای جلالی هم نتانستی برنامه را تا آخر پیش ببره و بالاخره با تلویزیون دیگری کوش کشی کردن و در اونجا تا حدودی کارهایشان ممانعت شد از منظر سلیقه‌هایی که در اونجا وجود داشت و تا یک اندازی کارشان افت کرد. اما در هر صورت آقای جلالی در عرصه کمدی، در عرصه تمثیل و در عرصه طنز گفتاری در میان خاص و هم در افغانستان خیلی پذیرفتنی شخصیتشان و از شهرت زیادی برخوردار هستند. متشکرم. حسان سلام، طنزنویس با ما. و اما سال 2020 با آتش‌بازی‌های در بسیاری از شهرها و کشورها شروع شد، از جمله در لندن که ساعت معروف بیگ بن به طور موقت از پرده تعمیرات طولانی مدت درآمد تا جایش خالی نماند. با تصاویری از آتش‌بازی‌های آغاز سال نو میلادی 60 دقیقه امشب رو به پایان می‌بریم. فعلا شب خوش.